با سلام و درود خدمت همیهنان گرامی، زنان و مردان ایران زمین، کارگران و زحمتکشان، موزبگیران، بازنشستگان و همه کسانی که در این دادخواهی‌های نوین و اعتصابات و اعتراضات سراسری بر علیه رژیمی که نه تنها آب و برق و نان، کار و زندگی رو از مردم ایران دریغ کرده، بلکه حتی مسکن رو بر سر مردم خراب بکنه و کسی هم به اعتراض در بیاید، او رو مورد ضرب و شتم قرار میدن ماموران بیرحمش. اما به هر حال در طول تاریخ همیشه این مبارزه دو سویه بوده است، خیر و شر در برابر هم، و امروز مردم ایران در برابر رژیم اسلامی و این رژیمی که اگر در برابرش مقاومت و ایستادگی نشود، هر روز از روز پیش بدتر خواهد کرد و جنایت‌های بیشتری رو به عمل خواهد آورد. رژیمی که با انواع ترفندها و حقبازی‌ها سعی می‌کنه که حواس مردم رو دائما پرت بکنه، اونها رو دچار بحران‌های مختلفی بکنه، بعد با این بحران سازی ها نگذارد که مردم تمرکز داشته باشند بر اینکه دادخواهی های خودشون رو گسترش بدن و با دادخواهی مشترک و همراهی مشترک بتونن بر این رژیم ضد ایرانی، ضد انسانی، ضد بشری غلبه بکنن. ببینید، یه خیال میکنن که رژیم اسلامی فقط در زندان هاست که شکنجه میده، کشتار میکنه، دار میزنه و یا سرکوبگری میکنه، یا فقط وقتی که مردم تظاهراتی داشته باشن مثل آبان خونین در اون تظاهرات میاد و به روی مردم اسلحه میگشاید، هزاران نفر رو با گلوله میزند، میکشد، زخمی میکند، به زندان میبرد و شکنجه میدهد و امثال اون. در صورتی که این رژیم اسلامی که با این شدت کشتار میکند در خیابانها جلوی چشم مردم، کشتار دیگر رو از روز اول به شکل از بین بردن امکانات زندگی، امکانات شغلی انجام داده، به وسیله عدم رعایت مسائل بهداشتی مردم و دسترسی ندادن مردم به امکانات زندگی از بین برده. شما ببینید همین الان این رژیم هزاران ایرانی رو داره قتل عام میکنه با مول و کرونایی که درست کرده. خیلی هم راحت واکسن هم به مردم نمیدهد و رئیسش هم که خامنه دزد، غارتگر، آدمکش هست، میشینه و میگه واکسن فلان و فلان هم وارد نکنید، نخرید. خودشون و دار و دسته و اطرافیانشون، سران حکومت و مزدورانشون بهترین واکسن فایزر دنیا رو میزنند و مردم رو از این واکسن محروم میکنند و به کام مرگ میفرستند. در همه اطراف خود ما خبر از مرگ ده ها نفر رو مستقیم داریم طی این مدت، آن هم فقط به دلیل نبودن واکسن و یا چیزهای دیگری که دارن به مردم تزریق میکنن به نام واکسن. واقعا هیچ کس هم نمیدونه چی هست. هیچ نظارت بین المللی وجود نداره. هیچ نهاد ناظری وجود نداره. و این قتل عام مردم به جای رسیده که مثلا یک دکتری مثل دکتر هاشمی که خودش هم در همین رژیم تربیت شده، رشد کرده، به جای رسیده، حالا وضعیت رو در حدی میبیند که به عنوان یکی از مسئولین بیمارستان مسیح دانشوری یا بیمارستان مسئولین سابق در دارآباد میاد در اینستاگرام و جاهای دیگر این چنین افشاگری در برابر رژیم میکنه و این چنین از مقامات رژیم، مخصوصا وزیر بهداشت رژیم که یک چاپلوس، یک مزدور، یک آدمکش، یک شکنجه‌گری بیشتر نیست،
انتقاد میکند و او را مسئول کشتارها میداند، که ما میدانیم که او به تنهایی نیست، او را رئیس جمهوری بر سر کار میآورد که از سوی شورای نگهبانی تایید میشود که سر کار بیاید، که اون شورای نگهبان رو ولایت فقیهی بر سر کار آورده و بعد تنفیذ هم کرده به او بیاید و این مزدوران دیگر رو بر سر کار بیاورد. یعنی همه چیز وصل میشه به ولایت فقیه و کسی که به عنوان بالاترین مقام رژیم مطرح میشه. و این کشتارگری هایی که رژیم میکنه و این بحران هایی که به وجود میاره فقط برای این هست که فرصتی به مردم برای اندیشه ورزی ندهند، مردم چگونه فکر بکنن میتونن آیا دور هم جمع بشن، متحد بشن و حرکت های مشترکی داشته باشند یا نه. و اصل قضیه رژیم هم این است که به هر قیمتی میخواهد باقی بماند تا به چپاول، غارتگری، نابودی منابع پولی ایران و انتقال پولها، طلاها و امکانات مردم ایران به خارج از کشور دست بزنه. و در این جزیره هایی که به شکل دولت های کوچک هست اونجا حساب بانکی باز بکند، یا در کشورهای دیگر از جمله همین کشورهای بزرگ که تمام این آقازاده ها و مفخورزاده ها و دشمنان مردم در اینجا با پول مردم ایران زندگی های آنچنانی می کنند. این یه سر قضیه است. سر دیگه قضیه همه ماجرا برای این است که روی اعتصاب ها و اعتراضاتی که با گسترشش رژیم رو به زلزله انداخته و از بسیاری از مراکز رژیم داره پیام میاد که در درون رژیم اختلافات زیاد هست و به همین دلیل چنگ و دندان دارن نشون میدن سردسته های سپاه و مثل قاهانی ها بیان به سخنرانی مزخرف کردن و ترساندن و اعلامی که اگر غیر از خامنه‌ای هر کسی هر حرفی بزنه باید اونو خفه کرد، نابود کرد. یعنی خیلی راحت دارن توی اون جاهایی که هستند برای ترساندن مردم و برای سکوت مردم، همراه روی کار آوردن رئیسی آدم کش، محسنی اژه‌ای جنایتکار، پور محمدی جنایتکارتر از اون و همه جنایتکارهایی که خود خامنه ای سردسته جنایتکارا و چهل دزد بغداد الان اومده بالای کار. و این یک راه که با سرکوب شدیدتر و علنی و رو در رو با مردم بتونیم که مردم رو خفه کنیم و به غارت خودمون ادامه بدیم. برای اینکه خبرهای اعتصابات سراسری کارگران به خصوص در بخش نفت و پتروشیمی، گاز و بخش حمل و نقل که به تدریج به اون کارگران اضافه شدند و همچنین کشاورزان معترض که در جاهای مختلف به میدان آمدند و حتی گاوهای خودشون رو همراه خودشون به تظاهرات اعتراضی آوردن در اصفهان در مقابل فرمانداری و جاهای دیگر، دائما اخبار متفاوتی رو هم منتشر می‌کنند که اون صدا صدای شعار کشاورزان معترض که فریاد می‌زنند وقتی که آب نداریم، مسئول نیاز نداریم، گاو رو به جاش می‌ذاریم شنیده نشه. صدای 100,000 کارگر ایرانی که به هم پیوستند و طی این مدت درست از 29 خرداد به بعد، یعنی از روزی که رژیم اسلامی شکست کامل خورد در پروژه انتصاباتیش و نیب جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک پلتفرم عملی که تونست پشت سرش این شکست انتصاباتی رو برای رژیم بیاره که حتی 5% مردم هم شرکت نکردن در انتصاباتش، رژیم بیاد و حالا با قطع برق و بعضی وقتا مثلا مرخصی دادن به چند زندانی که حقشون از آزاد باشن، اصلا مرخصی چیه؟ شما به کارتون بتونه خبرهای دیگه رو خبرسازی بکنه و اعتراضات کارگران، زحمتکشان که سازمان یافته، مخفی، تشکیلاتی به سراسر ایران گسترش پیدا کرده و الان رژیم رو داره به تدریج محروم میکنه از منابع درآمدی نفت و گاز و پتروشیمیش،
اینها رو متوقف بکنه و این خبر رو از مردم ایران برو باید که تیتر خبر ما این است که اعتصابات سراسری میتواند رژیم اسلامی را به زیر بکشد و این واقعیتی است که دست رژیم که از این منابع درآمدی قاچاق خودش که شاید توسط همین پتروشیمی ها این روزانه 1 میلیون بشکه بنزین، نفت، گازوئیل، چیزهای مختلف تولیدات نفتی رو قاچاق میکنن، آلایشگاه ها که کار بیفتن این قاچاق متوقف خواهد شد و عملا درآمد رژیم متوقف خواهد شد و وقتی رژیم این درآمد رو نداشته باشد پول نداره که بده به نیروهاش برای سرکوب مردم، همین الان هم نداره. میبینیم که بسیار بسیار از نیروهای رژیم در حال ریزشند و در بسیاری از جاها بهشون دستور دادن با مردم به خشم آمده از بی برقی، بی آبی و نداشتن زندگی، بیکاری درگیر نشوید. همین الان بیش از 100 نقطه اعتصابی که کارگرها در اونجا در اعتصاب هستن مورد حمایت شاید 10-15 نهاد کارگری و فدراسیون‌های کشوری در جهان واقع شده و در خود به اصطلاح کشورهایی که ما از اونها صحبت می‌کنیم نهادهای کارگری با قدرت بسیار زیاد در برابر رژیم های ضد بشری ایستادند و در طول تاریخ نشون دادن که میتونن روی روندهای جهانی شده حتی تأثیر بذارن و برای اینکه خبرهای کارگری ایران و انعکاس اون در نهادهای جهانی و کشورهای مختلف این اعتصاب سراسری شنیده نشه، رژیم با همدستی پشتیبانهاش حالا طالبان رو بر سر قدرت آورده و طالبان رو در افغانستان پشتیبانی میکنه، نشست و برخاست میذاره، اونها رو به درون ایران دعوت میکنه، باهاشون قرارداد درست میکنه و در داخل ایران ظریف و دیگر مقامات رژیمی با طالبان میشینن رو در رو صحبت میکنن تا مردم ایران رو بترسونن که ببینید طالبان هم هست و حالا آمده و در مرز با ایران هم مرز شده و اینها در مرزهایی که به ایران نزدیک هست وارد شدند و گمرک اسلام قلعه رو هم تصرف کردند و از اون طریق وارد حتی سیستان و بلوچستان شدند و مردم از اونها ویدیو گرفتن فرستادن و این گمرک اسلام قلعه یک گمرکی است که رسما بین ایران و افغانستان وجود دارد و حالا عوامل طالبان میان و اون بخشی که طرف افغانستان هست رو جلو چشم ماموران ایرانی تسخیر میکنن، مرزبانها رو میکشن و پرچم دولت رسمی افغانستان رو میکنن و پرچم تروریستی طالبان داعش جایش رژیم جمهوری اسلامی اونجا برپا میکنن و مفخورهاشون، آدمکشهاشون از تهران حرکت میکنن به سوی مسکو و این طالبانی ها حالا دارن واسه خودشون جالب هست رسمیت هم حتی میگیرن و بدبختانه مقامات جهانی میگن با طالبان میشه کنار آمد و این طالبان رو در قدرت حکومتی میشه شریک کرد و نگران نباشید این طالبان قبلی نیستن، مقامات رژیم اسلامی همینو میگن. بعد این طالبان شروع میکنن نیامده به بیانیه زدن که زنها حق ندارند این طور لباس بپوشن، برقه بپوشن، توسری بخورن، شلاق بخورن، دوباره ترس اسلامی رو در منطقه گسترش بدن و این بدبختی هست که رژیم اسلامی با اسلام و اسلامی که در تمام منطقه گسترش داده حالا آمده و میگوید بایستی با طالبان ضد بشری هم کنار بیان و نمایندگان طالبان که در تهران و مسکو و همه جا را افتادن حالا دارن تبدیل میشن به نیروی تعیین کننده و جالب اینه رژیم اسلامی هم اعلام میکنه که ما
طالبان رو آوردیم تا مردم ایران بدونن با کی طرفن. یعنی از روز اول طالبان رو ایجاد کردن توسط طالبان، حالا که اعتصابهای کارگری، اعتراضهای مردمی هر روز داره دامنه دارتر میشه، بگن شما رو با این نیروهای آدمکش روبرو خواهیم کرد. اینا خیلی جالب هست. و اینکه الان مقامات رژیم اسلامی برای ماندگاری خودشون تمام نقاب ها رو کنار گذاشتن و برای سرکوب کارگران و اعتصابای کارگران در نیشکر هفت تپه، در صد نقطه کارگری که در ایران وجود داره و این اعتصابا ادامه داره و تظاهراتی که مردم ایران دارن میکنند، رژیم اسلامی میخواهد که با ایجاد ترس اینها رو ساکت کنه. اونم نمیتونه، چون فعلا خود رژیم اسلامی درگیره، درگیری های داخلیش هست و از سوی دیگه این رژیم هم اکنون درگیره اینه که طالبان رو چجوری مچ بکنه با شرایط امروز خودش، از طرف دیگه هم چگونه پول تهیه کنه به آدم کشاش بده. از طرف دیگه با قطع شدن آب در بسیاری از شهرها به خصوص خوزستان، برق در بسیاری از استانها شمال و جنوب و غرب و شرق و تهران و اطراف تهران و اصفهان و همه جا، کرمان، سیستان، بلوچستان که به قتلگاهی تبدیل شده با کشتار مردم توسط ملا کرونای هندی و اینکه به مردم واکسن نزدن و اینکه عمدن اینو گسترش دادن، کارو به جای رسوندن که الان صبح و شب شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی و مرگ بر دیکتاتور به هنگام قطع برق از همه جا شنیده میشه و این فریادهای مردم با اعتراضها و اعتصابهای کارگری داره در هم گره میخوره و این اعتصابها و اعتراضات کارگری هست که صف اول مبارزه رو به شکل سازمایافته در بر میگیره و این تمنای ما هست که از مردم ایران در خارج و داخل کشور، رسانه ها، برنامه سازها و در شبکه های اینترنتی هر جوری که هر کسی میتونه تمام این اخبار کارگران، اعتصابات و اعتراضات رو پوشش بده. از این طرف که مردم ایران برای برکناری رژیم اسلامی در تلاش هستند، میبینیم که متاسفانه رژیم اسلامی با پشتیبانی بی بی سی و امثال اون و متاسفانه کسانی که طالبان رو دوباره قدرت دادن و داعش رو نقل و انتقال دادند از سوریه آوردن به افغانستان و شمال افغانستان به خصوص، حالا رجزخوانی میکنند و طالبانی ها میگویند که در عرض دو هفته همه افغانستان رو میتونیم بگیریم و با این رجزخوانی ها چاپای خودشون رو میخوان سفتر و محکمتر بکنن و برای اونها نشست خبری هم میذارن و تبدیل به خبر اول میکنن، چرا که همه اینها، یعنی چه روسیه، چه افغانستان، چه رژیم اسلامی، چه پشتیبانهای جهانیشون، همه از این اعتصابهای کارگری، اعتصابهای سراسری که امروز در دنیا نمونه است که به این شکل مخفیانه تونستن سازماندهی بکنن کارگرا و این اعتصابات رو تبدیل بکنن به یک نیروی اجتماعی که به تمام جهان میتونه اثر بذاره، کمان که بسیاری از سندیکاها و فدراسیونهای کارگری در دانمارک، در سوئد، در فرانسه، در آلمان، در اتریش، در کانادا، در استرالیا، در نیجریه و فدراسیون جهانی سندیکایی ایندستاریال همه پشتیبانی خودشون رو از این اعتصاب و اعتراض اعلام کردن، نامه نوشتن به مقامات خائن و رسمی متاسفانه رژیم اسلامی که مجبورن به لحاظ دیپلماتیک و به برخی دیگر از نهادهای جهانی که خواهان حمایت همه جانبه از این اعتصاب ها و اعتراض های کارگری شدن و همه اینها می ترسن که مبادا تنین این اعتصاب ها و اعتراضات کارگران ایران بتونه تبدیل به یک تنین جهانی بشه و این تنین جهانی اعتصاب ها و اعتراض ها
بتونه در دنیا دوباره یک ماجرای اعتصابهای سراسری همه زحمتکشان مزدبگیران رو در جهان به اصطلاح برپا بخیزونه و در خود منطقه خاورمیانه یک موج جدیدی که کارگرها و نیروهای دموکراتیک انسانگرای واقعی میتونن رهبری بکنن رو پخش بکنه. برای همین است که همه اینا در پروژه طالبان، در پروژه قطع نفت و گاز و برق و امکانات زندگی و به خصوص آب دست به دست هم دادن. حالا برخی هم میگن اینها عمدن این وضع درست کردن، بیت کوین هم که دارن با برق ایران درست می‌کنن که میلیارد میلیارد با پول رمز ارزها بسازن که باعث شده بسیاری از مردم 160 هزار خانواده فقط در یک شرکت جدیدی به نام بادرانگستران که به بهانه تولید مواد شوینده این بادرانگستران آمده بود و پول مردم گرفته بود و شرکت‌های شبکه‌ای درست کرده بود، مانیکینگ درست کرد و طریق مانیکینگ به عنوان یک رمز ارز یا پول اینترنتی میلیون‌ها میلیون پول از مردم غارت کرد و الان 160 هزار میلیارد تومان که از مردم دزدیده و حالا 600 پرونده شکایتی داره و چندین اعتصاب و اعتراض در مقابل دفاتر و ساختمان‌های این شرکت در کرج و تهران. این اوضاع رو رژیم درست کرده که بر این اعتصابات غلبه کنه. خوشبختانه اتحادیه‌های رانندگان و کارگران جاده‌ای با چند نامه از اعتصابات و اعتراضات کارگران بخش نفت، گاز، پتروشیمی، نیشکر هفت‌تپه و فولاد کرمان، فولاد خوزستان، سیمان سپاهان، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران نقاش و کارگران ساختمانی، مردم اردبیل و بخش‌های زیادی از مردم ایران که پشتیبان این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها شدند پشتیبانی کردند و همچنین پیام‌های کارگرانی که از اصفهان، تهران، اردبیل، زنجان در بخش حمل و نقل و بخش‌های دیگر در حمایت از این اعتصابات کارگری پیوستند و مصاحبه ها و حرکت های مختلفی که داره پیش میره در جهت ادامه این اعتصاب ها که اگر بتونه این اعتصاب ها رو و بتونیم با پشتیبانی از کارگران نفت به دو ماه برسونیم، با خالی شدن دست بسیاری از منابع و ذخایر رژیم، کار این رژیم به مشکل شدید تأمین پول برخورد میکنه و مردم از اینجا میتونن راه نجات رو پیدا کنن. رژیم که نتونه پول برای سرکوب و کشتار مردم بدهد، نیروهای بیشتری از اون ریزش خواهند کرد. در ضمن شورای تشکلهای وکلای دادگستری که در مقابل رژیم ایستادن به خاطر دخالتاش در کانون وکلا، 44 وکیل شجاع اعلام کردن ما شورای مستقل وکلا رو تشکیل میدیم و از اعتصابات و اعتراضات کارگران هم حمایت کردن. امیدواریم بتونن مقاومت کنن، مثل همه زندانیان، مثل همه دلاورانی که از این اعتصابات از درون زندان حمایت کردن، و این وکلا هم بتونن پرونده های این بیش از 100 و خورده این نقطه اعتصابات و اعتراض و مطالبات کارگری رو به نهادهای جهانی و بین المللی بکشونن. این مبارزه است، دو طرف دارد: کارگران، مردم، زحمتکشان، آزادیخواهان در یک سو و عوامل رژیم و دشمنان مردم سوی دیگر. امیدوارم که ما، همه ما مردم ایران، در سوی کارگران و زحمتکشان و اعتصابیون بایستیم و بیش از این اجازه ندیم که رژیم وضعیت ما رو خرابتر از این بکنه. با اعتصابات سراسری میشه رژیم رو به زیر کشید، اگر که با اعتراضات سراسری همراه بشه. پایان برنامه ایم، چون همیشه با اتحاد، همبستگی و مبارزه برای رسیدن به پیروزی با دست‌های پاک زحمتکشان، کارگران، مزدبگیران، اعتصابیون، زندانیان سیاسی، زنان ایران زمین در صف اول این مبارزه، امید داریم که در هفته آینده گام‌های بیشتری در جهت برکناری رژیم اسلامی برداریم. بدرود.